صدای من رو آخر بلند کن. من از زندان قرچک ورامین دارم این پیام رو ارسال کنم. بعد اینکه به شکل خیلی مفتزهانه دم دادگاه انقلاب من رو بازداشت کردن، کاملا هم غیر قانونی به قرچک ورامین منتقلم کردن، ماموران MI6 انگلستان و کاگبه روسیه اومدن دنبالم که منو ببرن خانه های ناامن سپاه تروریست پاسداران که منو بازجویی بکنن. حالا دیگه بگذاریم از حسابهای مختلفی که به شکلهای مختلف منو تهدید کردن که ما به جنوب کشور منتقلت میکنیم. من بهشون گفتم برا من زندان زندانه، حالا میخواد اوین باشه میخواد جنوب کشور باشه. بعدم تهدید به بازداشت اعضای خانواده هم میکنن و میگن که تو مسلط شرارت در زندان اوینی، تو نرگس محمدی آسنا داریم، نرگس محمدی رو که فرستادیم زندان زنجان، تو هم اینجا که چی؟ حالا مثلا ما داریم حرف مردم رو میزنیم. بعد تهدید به حد فیزیکی که خیلی پررویی نکن، ما آدمای اونجا داریم که تو رو بردارن. که منم گفتم اصلا مهم نیست، این خاک انقدر دلاور داره که ایران رو از چنگ شما آزاد بکنیم، چه من باشم چه نباشم. بعد من تو این زندان مدام دارم بازجویی میشم. خیلی بده که تو زندان باشی و تو زندان هم برات زندان رو از زندان تر کنن، یعنی داری حرف میکشی بعد همون شرایط رو برات بدتر میکنن. مرتب تهدید میشن که مثلا با کسی صحبت نکنن، به زندانی های مختلف میکنن که من تحت نظرم نباید کسی با من صحبت بکنه، نمیدونم هر فردی که با من صحبت بکنه میام بهش تذکر میدم. یه وقتی دیگه از تحملم خارجه، اصلا نگهبا منو صدا میزنه تو داری زندانی ها رو به شورش دعوت میکنی، چرا براشون میری پامنبر؟ چرا؟ چون من اینجا دارم زندانی ها رو نسبت به حق و حقوق انسانی خودشون آگاه میکنن و این خب طبعا برای اینا خوشایند نیست. بعد تمام اعضای خانواده منو گرفتن بازداشت کردن، ساعت ها بازجویی از مادرم، خواهرم، برادرم رو بازداشت کردن که با وثیقه ندونم حالا قرار وثیقه باش صادر شد نشد، چون من باشون ارتباطی ندارم. بعد از این طریق من رو تحت فشار گذاشتن. من از همینجا اعلام میکنم هیچ وابستگی به خانوادم ندارم، چو ایران نباشد تن من مباد. فکر نکنید از طریق فشار بر خانواده من میتونید به اهدافتون برسید. بعدم این که برداشتم من رو به اشکال مختلف توی زندان اذیت میکنم، یعنی من هر چقدر از آزار و اذیت های اینجا بگم چند گفتم. اینجا فقط یه سیاه جاره که فقط توش لامپ گذاشتن. خود رئیس قوه قضاییه داره میگه ما باید جرایم سیاسی باید از جرایم عمومی جدا نگهداری بشن. بعد این مزدورا و جیرخارا و چیزای رد پایین اصلا خلاف اون صحبت ها عمل میکنن. این فقط تبلیغات رسانه‌ای توی تلویزیون داره. این حکومت کاملا دروغه، کاملا دروغه. من دارم تو اتاقی نگهداری میشم که افرادی که میارم به جنگ ببرنشون توی کمپ میارنشون اینجا. بعد حالا اینا به انواع اقسام بیماری ها مبتلا هستن. خانم بیمار توی اتاق داره ادرار میکنه، گفتنش خیلی برای من شرم‌آوره، ولی من مردها رو میشکنم میگم، از همه خودم صحبت میکنم. افرادی میارن اینجا که بیماری ایدز دارن، هپاتیت دارن، نمیدونم، خیلی معذرت میخوام که دارم اینو میگم، زگیل تناسلی دارن، بیماری های عفونی چیز دارن و من دارم وسط اینا زندگی میکنم. من از این که بین زنان آسیب دیده از اجتماع دارم زندگی میکنم ناراحت نیستم، ولی از این که حق و حقوق انسانی من رعایت نمیشه، از این که سطح بهداشت اینجا به قدری ضعیفه که من واقعا نگرانی دارم که بیماری های زنانه من مبتلا نشم به تقدیمی بسیار بسیار افتضاح و نگهداری بین بیماران مبتلا به کرونا. اینجا بمیری هم تو رو نمیبرن در اونجا. حتی من الان چهارمین و پنجمین روز انتظارمه، منو بردن در اونجا، دکتر در اونجا میگه چون تو مخالف حکومت خامنه ای هستی من تو رو ویزیت نمیکنم، یعنی حتی به سوگندنامه پزشکیش به شرافت پزشکی عمل نمیکنه و با کلی توهین و تهدید که من هم اتفاقا اونجا رو رو سر گذاشتم و دقیقا بهش گفتم ببین ظلم پایدار نیست، حکومت خامنه ای مشروعیت نداره، این حاکمیت ایرانی نیست، اینها اشغالگرن، 41 ساله که کشور ما در اشغال بیگانگانه و مطمئن باشید من که کسی نیستم، بهترین فرزندان این آب و خاک این کشور رو از چنگ شما آزاد میکنن. این حکومت سرنگون میشه، این حکومت ایران
نبوده و نیست و بعد داره با من جر و بحث میکنه به جای اینکه منو ویزیت بکنه. تو با عقاید سیاسی من کاری نداشته باش، تو فعلا که جیغور نظامی، برای اهداف خودت داری کار میکنی. من صحبتی با مردم دارم، چه بلایی مونده که جمهوری اسلامی سر شما بیاره و اصلا به زبون نیاد؟ چه بلایی مونده که به سر شما بیاره؟ چرا ساکت نشستید؟ چرا حق دادنی نیست گرفتنیه؟ چرا حق و حقوق خودتون رو مطالبه نمی کنید؟ چرا قدرت اجتماعی خودتون رو دست کم گرفتید؟ یه پلیس توی امریکا یه حرکتی کرد، مردم در نشانه به درجای اعتراض به این رفتار اومدن کف خیابون، اونم نبری سرنگونی، فقط اعتراض دارن نسبت به حق و حقوق انسانی خودشون. شما چه جنایت هایی که این جمهوری اسلامی به ایران، به مردم ایران نکرد؟ یک کشور ثروتمند با مردمانی فقیر نگه داشته شده، پول مردم ایران تو حساب آخوند و بچه آخوند توی اروپا و امریکا، بقیهش هم سر تروریسم بین الملل میشه. فلسطین به ایران چه؟ لبنان به ایران چه؟ چرا جوانای ما با باید تا کمر تو سطح زباله باشن؟ دختری 13 ساله رو آوردن توی زندان، در 11 سالگی مورد تجاوز مکرر قرار گرفته، بچه متولد کرده. کی میخواد اینا رو پاسخگو باشه؟ جمهوری اسلامی مشروعیت مردمی نداره و باید با قدرت اجتماعی مردم کف خیابون ها سرنگون بشه. من دارم خطاب به ظریف میگم، تو گربه نره که داری میگی ما مردم انتخاب کردیم. نه، ما مردم انتخاب نکردیم. مردم ما با چه زبانی، با چه گویشی، با چه قومیتی بیان کف خیابون فریاد بزنن که این حکومت رو نمیخوان؟ نمیخوان این حکومت رو نمیخوان. قیام 96 بود، 88 بود، 96 بود، 97 بود، 98 بود، اومدن گفتن ما جمهوری اسلامی رو نمیخوایم. 41 سال به اشکال مختلف داری تبلیغات علیه خاندان پهلوی میکنید، ولی مردم اومدن کف خیابون گفتن رضا شاه روح از شاد. بس دیگه. بعد میاد روباه سب خاتمی رو علم میکنید، بعد روباه بنفش میاد یه حرفای دیگه میزنه. ما حکومت جمهوری اسلامی رو به رسمیت نمیشناسیم و باید از برن بهترین فرزندان این آب و خاک که داره تخصص هستن ایران رو اداره بکنن، نه یه مشت غیر ایرانی که اصلا براشون مردم ایران مهم نیست. صحبتی با مردم دارم که قدرت اجتماعی خودشون رو دست کم نگیرن و یه صحبت هم با اپوزیسیون دارم، اونم اینه که ما مثل یک بسته مدادندی هستیم. شاید زنگ مورد علاقه هم نباشیم، ولی برای این که تصویر زیبایی از ایران به نمایش بگذاریم میباید هممون در کنار هم قرار بگیریم. اختلافات سیاسی، ایدئولوژیک، مسلکی، هر چیزی که از کنار بذارید متحد باشید. از طرف دا در ادامه صحبت هم اشاره میکنم به این که صحبت هم رو عرض کردم، من صحبت هم رو با مردم کردم و صحبت هم رو با اپوزیسیون هم در میان گذاشتم. به فرد اپوزیسیون میگم، ازتون خواهش میکنم، عقاید سیاسی، فلسفی، مذهبی، ایدئولوژیکی، هر چیزی که هست، هر چیزی که بهش باورمندید کنار بگذارید. دشمن مشترک ما جمهوری اسلامیه و شما میبایست از طرفداران خودتون بخواید که با هم متحد بیان کف خیابون ها. یعنی میخوام به اپوزیسیون بگم که همه شما تیکه های یک پازل هستید. برای اینکه ایران کامل بشه همه تو باید کنار هم قرار بگیرید. و در رابطه با اعتصاب حجاب هم دو تا خواسته مشخص دارم. اینکه خانواده من پیگیر وضعیت من بودن دلیلی نداره اونها رو دستگیر بکنن، بازداشت بکنن. من تعقیب خانواده من و به خصوص برادرم و انتقال زینب جلالیان از زندان قرچک برام به هر جایی که خودش میخوام در پایان انتقال خودم، زینب جلالیان هم در شرایط مشابه من قرار داره. اصلا شایسته نیست، پسندیده نیست که من وقتی هم اندیشه منه، هم راه منه در راه مبارزه با جمهوری اسلامی، که من بفهم که مثلا من خودم فقط منتقل بشم. نه، برای همین اعلام میکنم که اول من تعقیب اصلی خواهدم و به خصوص خواهدارم آزادی به قید و شرطش و انتقال زینب جلالی از اینجا و سپس انتقال خودم. همینجا هم دارم اعلام میکنم از مزدورای این رژیم، از هیچ کدومتون هیچ ترس و حراسی ندارم. همینجا تو حیات زندان فریاد میزنم مرد مرد دیکتاتور مرد
استفاده از این کار.